راستی بچه ها، تو خونتون محافظ یخچال که دارید حتما نه؟ راستی محافظ یخچال چی هن؟ چی کار میکنن؟ کارشون چیه؟ ببینید، بعضی از وسایل رو که شبیه سیملوله یا پیچه هستن، وقتی در داخل مدار قرار میدیم، هنگام کم و زیاد شدن جریان یه واکنشی از خودشون نشون میدن. این وسایل رو اصطلاحاً بهشون میگن القاگر. یه اتفاقی داخلشون میفته، میخوای اون رو بررسی کنیم به عنوان پدیده خود القایی. من میام میگم اگر شما یه سیملوله ای رو با یه هسته آهنی در نظر بگیرید، وصل کنید به یه مداری، در داخل مدار جریان برقرار بشه و یه رستام داشته باشید. حالا اگر این جریان در حال افزایش باشه، یعنی هنگام وصل کلید باشه، یا مقاومت رو در حال کاهش داشته باشید، شما وقتی جریان داره زیاد میشه، در داخل خودش یک جریان معکوسی رو القا میکنه به نام جریان خود القایی که جلوی زیاد شدنش رو بگیره. اما برعکس، اگر جریان در حال کاهش باشه، یه جریانی همجهت اون توی مدار ایجاد میکنه تا کمکش بکنه. این پدیده رو ما بهش میگیم پدیده خودالقایی. بعضی از بچه ها میگن سیملوله در هنگامی که خودالقایی انجام میده نقش چی رو بازی میکنه؟ ببینید بچه ها، شما میتونید پدیده خودالقایی رو به این صورت تعریف کنید: هرگاه جریان عبوری از یک پیچه یا سیملوله به هر دلیلی تغییر کند، در داخل آن نیرو محرکه القا می شود که با تغییرات جریان مخالفت می کند. به این نیرو محرکه نیرو محرکه خود القایی می گوییم و داریم. حالا اگر جریان در حال افزایش باشه، من نگاه می کنم میگم یه سیملوله دارم، جریان در حال افزایشه، وقتی در حال افزایش باشه نیرو محرکه مخالفت می کنه. مثل اینه که شما اومدید یه باتری به صورت معکوس و گیرنده تو مدار قرار دادید. پس بچه ها، سیملوله الان حکم یک باتری رو داره که برعکس تو مدار گذاشتی، جلوی جریان رو میخواد بگیره. اما در حالت دوم، اگر جریان در حال کاهش باشه، نیرو محرکه که در داخل سیملوله ایجاد میشه میخواد اونو کمکش کنه. مثل اینه که شما یه باتری رو موافق توی مدار گذاشتی، یعنی جریان میفرسته تو مدار. اما در حالت سوم، اگر جریان ثابت باشه و اینم مقاومتی نداشته باشه، مثل اینه که یه سیمه، اصلا سیملوله هیچ اثری نداره. اما اگر مقاومت داشته باشه، شما باید یه آرم براش در نظر بگیرید. پس اینجا سیملوله شما حکم یه مقاومت رو فقط داره، اما اگه مقاومت الکتریکی نداشته باشه انگار اصلا نیست. پس بچه ها، القاگر رو یادتون باشه، در واقع سه تا واکنش از خودشون نشون میدن: یک، مثل یه مقاومت معمولی عمل میکنن; دو، جلوی جریان رو میگیرن; سه، جریان رو کمک میکنن از کم شدنش جلوگیری کنه. یخچال نمیسوزه. چرا؟ چون وقتی که سر راهش محافظ قرار میدی، جریان یه دفعه که زیاد بشه جلوشو میگیره، نمیذاره بره تو یخچال. وقتی هم یه دفعه کاهش پیدا میکنه، کمک میکنه از افت شدید جریان که باعث آسیب رسیدن به وسایل الکتریکی هست جلوگیری میکنه. نکته: نیرو محرکه خود القایی به آهنگ تغییرات جریان و شکل هندسی و جنس هسته القاگر بستگی دارد که از رابطه های زیر به دست می آید: ای مساوی با منهای ال دلتا آی به دلتا تی، یا منهای ال دی آی به دی تی. در رابطه فوق، ال را ضریب خود القایی القاگر نامیده و واحد آن در اس آی هانری است. خب، سوالی که ازش مطرح شده سوال ساده است. یه نمونه شما به عنوان تست می خوام براتون حل کنم، ولی بچه ها سوال امتحان نهایی هم بوده. ضریب خود القایی سیملوله 500 هانری و نمودار جریان الکتریکی عبوری از آن مطابق شکل روبروی است، نیرو محرک القایی سیملوله چقدر است؟ من شکل رو میکشم، تی 1 مساوی با 0، آی 1 مساوی با 8. اگر من اینها رو در حالت دوم در نظر بگیرم، 200 و 0 هست. حالا تو رابطه قرار میدیم و ساده میکنیم و جواب آخر برابر میشه با 20 ولت. اینم میشه نیرو محرکه خود القایی در داخل این مدارمون. ضریب خود القایی سیملوله بدون هسته به طول 50 سانتی متر و سطح مقطع 10 سانتی متر مربع متشکل از 2000 حلقه نزدیک به هم را پیدا کنید. من میام شکل مسئله رو میکشم. بدون هسته وقتی میگن کا 1 است. راستی بچه ها، توی کتابتون فرمول ضریب خود القایی رو اثبات کرده براتون، حتما یادش بگید، ممکن ازش سوال بیاد، ولی سوالایی که میاد معمولا کاربردشه. ال رو به خاطر میسپاریم، موسف کا آ ان به توان 2 تقسیم بر ال. کانال 2 یادتون باشه حروفش به اون میخوره، کا آ ان به توان 2 تقسیم بر ال. حالا اگر من جاگذاری کنم، ال ضریب خود القایی برابر است با 4 پی ضرب در دهان منفی 7 کا 1 هست، چون بدون هسته گفته. سطح مقطع رو به ما داده، 10 ضرب در دهان منفی 4 به متر مربع. انتداد دورها 2000 بود که به توان 2 رسوندیم، و تقسیم بر طولش که 50 سانتی متر بود، 50 ضرب در 10 منفی 2. اگر سادهش بکنیم، جواب آخر تقریبا برابر میشه با 10 میلی هانری، 10 به توان منفی 2 هانری یا 10 میلی هانری.
سیمی به طول 60 متر را به صورت سیم‌لوله بدون هسته به طول 10 سانتی متر و شعاع حلقه نیم متر درآورده و از آن جریان 10 آمپر عبور می‌دهیم. انرژی ذخیره شده در آن چند جول است؟ ببینید بچه‌ها، انرژی که در داخل سیم‌لوله‌ها ذخیره میشه از رابطه 1/2 ال آی به توان 2 به دست میاد. یادتونه خیلی شبیه 1/2 سی وی 2 نه؟ خب حالا برای حساب کردنش من میتونم جای ال موصف کا ان به توان 2 تقسیم بر ال رو قرار بدم ضرب در آی به توان 2. چرا؟ چون بقیه پارامترها دارم، فقط یه مجهولی وجود داره، ان رو نداریم. ما برای حساب کردن ان مینویسیم طول سیم‌لوله تقسیم بر محیط یک حلقه. خب شما بگید ببینم طول سیم‌لوله ما 60 تقسیم بر 2 پی ضرب در 10 ضرب در 10 به توان منفی 2. حالا اگر سادهش بکنیم میشه 300 پیوم. ببینید چرا پی رو عدد نذاشتی، با چی ساده بشه؟ پی رو 3 نمیتونم بذارم که 3 مش 14 است، چون ساده نمیشه دست نمیذاریم، بعدا میذاریم تو رابطه. آمونم که برابر است با پی آر 2، شعار هم به ما داده، جاگذاری میکنیم، جواب به دست میاد پی ضرب در 10 منفی 2. حالا همه اینها رو میبریم داخل رابطه، قرار میدیم 1/2 ضرب در مو صفر رو داریم، کار رو داریم که 1 بدون هست است، آر رو داریم پی ضرب در 10 منفی 2 ضرب داره ان مو 300 پیوم به توان 2 میشه 900 تقسیم بر پی به توان 2 که سادهش کردیم. حالا اگر اینها رو با هم ساده کنیم میشه 3 - 6 ضرب در 10 توان منفی 2 بر حسب ژول هم به دست اومد.